نجمی، شما از کارایی نظامی ائتلاف بین‌المللی دریایی که رهبری آمریکا علیه حملات حوثی‌ها شکل گرفته برای ما بگیر و اینکه دامنه عملیاتی اون آیا میتونه تهدیدی رو متوجه ایران کنه، زمینی که شما اشاره کردید که چه بسا عربستان سعودی و برخی از کشورهای منطقه قرار نیست در این ائتلاف شرکت داشته باشن؟ بله، این ائتلاف یا این عملیاتی که به اسم پراسپریتی گاردین شروع شده در چارچوب تاسک فورس 153 که باز هم اون هم جزوی از CMF یا اون نیروی مشترک دریایی هستش که اینا همه در سال گذشته تشکیل شده بودن، سال 2019 بعد 153 سال 2021، خیلی ماهیت دفاعی داره و این ماهیت دفاعی رو کاملا مشخص کردن، یعنی هیچ جای در حقیقت گنگی ابهامی هم نداشتن که همونطور که گفته آقای تامس شلینگ که اگر هم ما تهدیدی میکنیم باید این تهدید رو همیشه یه جایی بذاریم براش که واقعا اگر لازم بشه عملی بکنیم این تهدید رو، ولی به نظر میرسه که ماهیت دفاعی این چنین عملیاتی با وجود صحبت‌هایی هم که گهگاه میشه از طرف پنتاگون برای جمهوری اسلامی و همطور متحدینش در منطقه کاملا مشخصه که دفاعی هست و برای خودشون خیلی جای بیشتر قائل هستن که بر سطح تنش بیفزایند بدون اینکه نگران دخالت نظامی آمریکا باشن و احتمالاً ما شاهد این موضوع خواهیم بود، البته با نیم نگاهی به تحولات جنگ غزه و اگر این جنگ غزه به مراحلی برسه که واقعا موجودیت حماس در این منطقه کاملا به خطر بیفته، خب طبیعتا سطح تنش در منطقه هم از طرف ایران و حوثی‌ها بالاتر خواهد رفت، ولی ما میبینیم که ایالات متحده ناوگروه هواپیما و آیزنهاور رو در خلیج عدن داره که بسیار امکانات قابل توجهی داره، 90 هواپیما، 65 هواپیما F-18 که اگر اینا تصمیم بگیرن که به توانایی های پرتاب موشک و درون حوثی ها در یمن ضربه کاری بزنن، خیلی خوب این کار میتونن انجام بدن، ولی من فکر نمی کنم که ایالات متحده و متحدینش به خصوص هیچ تمایلی داشته باشن که خودشونو درگیر یک درگیری نظامی با حوثی ها در یمن بکنن. و عربستان سعودی هم که خب جای خودش رو داره، عربستان سعودی با توجه به آتش بسی که با حوثی ها داره و فعلا در وضعیت مطمئنی که قرار داره با بالا بودن قیمت‌های نفت نمیخواد به هیچ لطمه‌ای به صادرات نفت خام خودش بزن. حالا این موضوع حمله اخیر فکر کنم استثناء بوده، ولی ترافیک دریایی نفتکش‌های بزرگ حامل نفت خام تقریبا دست نخورده بوده از منطقه باب المندب و دریای سرخ، و این خودش نشون دهنده این هستش که حوثی‌ها تمایلی به فعلا تمایلی به ضربه زدن به منافع کشورهای عرب خلیج فارس صادر کنندگان نفت ندارن و عربستان سعودی هم میخواد همین وضع ادامه پیدا بکنه. ایالات متحده هم نمیخواد که ایران رو درگیر این مسئله بکنه، درگیری ها بکنه، و همطور که عرض کردم امکانات نظامی هم که داره بله بسیار قابل توجه هست، این ناوشکنهای کلاس آردی درک که در منطقه چندی فروندش هستن در دریای سرخ و خلیج عدن بسیار قابلیت زیادی دارن، باز سیستم AGC که دارن میتونن موشک‌های بالستیک رو رهگیری بکنن، میتونن تعداد قابل توجهی از هدف‌های هوایی رو در رهگیری بکنن به طور همزمان و میتونن همینطور با شبکه شدن با همدیگه این هدف‌ها رو به همدیگه منتقل بکنن و همینطور کشتی‌های دیگر ائتلاف که اگر حاضر باشن به این ائتلاف بپیوندن و یک سپر دفاعی به وجود بیارن، سپر دفاعی که در شمال دریای سرخ بسیار خوب داره عمل میکنه با همکاری اسرائیل، اردن، عربستان سعودی و چند کشور دیگه. ولی خب موضوع اینجاست که ایالات متحده به نظر من همچنان در موقعیت دفاعی باقی خواهد ماند و اگر هم حملات محدودی در آینده انجام بده علیه حوثی ها بسیار در سطح حملاتی که به عراق انجام داده یا در سوریه علیه منافع گروه های میلیشیایی مورد حمایت ایران بسیار محدود خواهد بود و این موضوع رو به صورت مشخصی اعلام خواهند کرد که هدفشون هدف محدودی هست.